بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چوزوی و درد آورد روزگار، دیگر روزها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا میبینند و صدای مرا میشنوند. در این برنامه بیشتر به هم نو دوستی تمرکز شده است. هموطنم، از افسانه های این تاریکی شب برای شما حرفی به گفتن داریم. از جسم های خسته کودکان ما، از چشم های پر از رویای فرزندان ما، از لبان خشکیده خانواده های ما و از چشمان پر از اشک مادران ما. امشب در قبرستان انسانیت در میان این تاریکی ها به داد آوارگان جنگ افغانستان می رسیم. در شهری که انسانیت تنها مختص به سرمایه می شود و پول و دارایی چشمان همه را نابینا ساخته است. این روزها با گسترش جنگ در بیش از 12 ولایت هزاران خانواده با افسانه های دردناک به خیابان های کابل پناه آوردند و در این شهر در میان خاک ها با لبان تشنه و با جسم های خسته زندگی برایشان دشوار شده است. در مسیر راه با کاروانهای این مهاجرین مقابل می شویم که با چشمان خسته به هر سو برای حفاظت عزت و حرمتشان تلاش می کنند. سلام برسم وطنهای عزیز، خدا کنک جور و سلامت سرحال باشین. ساعت 11:30 شب است و ما آمدیم در سایه هتل خیرخانه. وضعیت او طرف میبینیم که چی حال است. تصویر نخواد بوده اینی حالات، اینی وضعیت از ما قرار است که امشب با امانگی عمر صاحب حوزه عبده و دیگه هم کاراش برای 20 متنای عزیز ما، البته برای 20 فامیل، خیمه، توشک، فرش یک جای تنظیم کنیم. اما این همه قدر وقت نمیشه که ما همی سوار فرصت ببینیم و همی کار انجام بتیم. هر جایی که استاد میکنیم مردم هجوم میاره، دیگه ما منتظر وقت هستیم ببینیم که چی وقت برای ما مناسب میشه تا که ما همی کار کنیم. دیگه همراه دوستا تماس داشتیم، گفتن کسایی که از بغلای کو پایین شدن سو استفاده میکنن، اونا یک اپر میرن و کسایی که واقعا نیازمند است اونا همین جا هستن. دیگه ما منتظر میباشیم. 12 شب شد، 1 شب شد، 2 شب شد، همین کار خود انجام بدیم. ما رو بیننده باشین، دیگه توکل ما به خدا.
همکاران ما با انجام دادن سروی برای رسیدگی به نیازهای اساسی این بیجا شدگان در طول روز وضعیت را بررسی کرده و هنگام شب برای شناسایی نیازمندان واقعی حضور می‌یابند و امروز برای 20 خانواده سرپناه را با حداقل امکانات به کمک شما فراهم خواهیم کرد. سلام برسه هموطنان عزیز، خدا کنک جور و سلامت و سرحال باشین. ساعت 12:10 شب است. به همکاری عامر صاحب حوزه عبده و تمام دوستایی که اینجا تشریف آوردن همراه ما همکاری میکنن، خدا خیر نصیبشان کنه. ما از طرف روز سروی خود انجام دادیم، شما برنامه قبلی را دیدین، به حد بیروبار بود. بعضی کسا هستن که سوء استفاده میکنن و مستحقین واقعی معلوم نمیشه، به او خاطر ما نیمه های شب به همکاری دوستا بر آمدیم. امروز قرار است که برای 20 خانواده از قبیل خیمه، فرش و همچنان توشک برشان آماده کنیم. جای از قبل دوستا برای ما همانگی کردن، همونجا خیمه را استاد میکنیم و فامیلا را هم کارت برشان میتیم که بیاین همینجا سر از هم شب بخیر یک جای مناسبتر خوبتر برشان مهیا کردیم که اونا زندگی خود تا چند روز که هستن پیش ببرن. ما را همکاری کنین، ما میریم داخل همی خود پارک ببینیم که یا دمروی ما میه چگونه خانواده هست، اونا را کارت میتیم که بیاین بخیر. ما با کمک حوزه امنیتی مربوطه سروه را انجام می دهیم و همکاران دیگر ما این خیمه ها را به این خانواده ها آماده می سازند. هموطنان عزیز، بازم خوش آمدین. بیش کم یک شب است و همکارای ما مصروف کار خود هستند و ما آمدم دوستای را که واقعا هیچ چیز ندارن، حتی یک خیمه ندارن، یک پرده ندارن که استراحت کنن، و ما به همکاری دوستا میریم، سرویشان میکنیم، برشان کارت میتیم و جای مشخص کردیم همونجا باز بیان بخیر که ما کمک را تسلیمشان کنیم. مادر و پدر دو فرزند هستند که در جریان دفاع از این سرزمین در ولایت جنگ زده مصروف وظیفه هستند. چشمانش در نیمه های شب برای فرزندانش این گونه اشک می ریزد و خواب از چشمانش فرار کرده است. خوب هستی مادر؟ سعادت خوب است. کجا آمدین؟ ما از دیدادی. از دیدادی. پدر جان ببخشی که از خواب بیدارت کردی. خوب هستی؟ خواب بودی؟ حال خیمه چیز نبود که خودت؟ یک دیگه نمو گفتم اینجا بیدم متخفره که چیکار خودی کرد؟ ایسو دوان ایسو دوان نبردم. همینجا خواب هستی؟ چند روز میشه آمدی؟ سه روز. دیگه کی هست همراهتان؟ حال نمیروی خاک افتیدین؟ بچگک های دوازیفه هست؟ نمی کل عمرتان اتحالت ندیده بود. این مادر سال هاست که از این وضعیت رنج میبرد و دیگر خسته است از زندگی کردن. موسیقی
نگش ما تاخر نیست هست پندس نیستی از بخلان نیستی ما کفت همین ما این داک می آید کار تا بگی ایره بگی یک ساعت بعد ما اونجا هم کار مرایی میکنم جا برتان میگه همونجا خیمه توشک فرش کل چیز جور میکنم اونجا باز چیزهای تانه گرفته بیان سیست کسا دیگر رو نگوین سیست ما برای رسیدگی به نیازمندانی که ارشد ضرورت به سرپناه دارند باید با دقت قدم برداریم. بیشترین خانواده ها به سرپرست و زیر این آسمان تاریک شب را با چشمان باز صبح می کند و به فکر فردای بدترشان می اندیشند. حال شما خیمه نداره؟ نه، ما فامیل ما جدا و جدا هستم. اینه ما جدا علایده بال خیمه، اون فامیل جدا هستم. خب وقت که در تالات یک جای زندگی میتونین، در یک خیمه نمیتونین چار پنج نفر یک دو فامیل یک جای. اگر خیمه اگر که باشه که نمیشه، میده هستم. اگر کلان باشه میشه؟ کلان باشه میشه. یک فامیل از این کلان؟ نه، این جدا هستم، بال روزی خود هستم. دیگه این حالی بالایی ندارم، نه او خوبر ما هستم. این یک نهی مجروع کشکلگی دیتا بالاش بخش ما نهی، میجا دارم، میجا خواه نمی یک جمعه که شما هستین ما برتان کارت میتم آدرس قماندان صاحب میتم اونجا کدم این چیزایتان باز بیاین خب؟ زنده باشی بخیر باشی آه. سلام علیکم ماما جوری صدی خدا چطور هستی؟ چرا خیمه چیز نیست؟ چند تفلکات هست؟ ما شش نفر هست تفلکات چند هست؟ تفلکات همه چهار تا همین جسیم؟ بله آی خانم این مسکوت چسته چه وقت آمده این؟ ما سه روز میشه چی کار میکردی اونجا؟ در اونجا؟ آه کار دریور است دریور بوده؟ بله آه نمی سه روز چیز نداده کس بود؟ نان و او این چیزا خیر بینه فول می آید مثلا در ما خیمه نامده که میریم پیش میشیم در موتر چورا چوری سوره خیمه ما کدنه میتونه مگه بیشینیم می آید دیگه اینجا کس نامده دید آبولی توکل به خدا این را بگی قماندان صاحب باز میگه در کجا بیاید روزانه صدها خانواده در حالت دشواری به این مکان مهاجر میشوند و رسیدگی به همه نیازهای آنها کار دشواری است کجا آمدیم؟ از کندوز چند روز میشن؟ امشب آمدیم امیالی مرجان کم زینه رغلی؟ چه روزی که گی؟ نانون ما خواهم رسیدیم چه ماشومان دیدی؟ بگ ماشومان هم میدیدی، سلو دادی تو هم دیدیم چه ارتبی دیدی؟ آلتا خواه، نو تاسو دلتا چنگا ناسی؟ خواه مالتا خیمه دا ولی تاسو؟ آلتا غی، آلتا نور خلق دی، آلتا جم نو خواه، آقا چو کشت تا خپل ماشومان آلتا لیگی؟ آقا ما آلتا هم سیگان و آقا جم داغلی، آقا مخ کرا غلی و منگ شاعتا او گره تاسو خودسی بدبخ شو این طول بدبخ شوی دی کنه و سره اگه رختی خبر کهی چه دقا سده دقا سده چه چوک دروغ وی بیا اگه او روز تا بل شه اوزی بیا خبر نیی کنه چه کار دی که والتا؟ رکشوانی رکشا دی چلا ولی؟ رکشا هر شه پاتی سو چه وای؟ و رکشا نکی دی چه؟ نا جنگ و جنگ دی یتل نکی دی دا کار دو اخلا بیا امدل تا او سخه کماندان صاحب بیا در توای چی چیر تا راست سعیده این خانواده ها
همه دار و ندارشان را رها کرده، حتی از نزدیکانشان هم خبری ندارند. وطنها خودشان را از جنگ ها نجات دادند. از کجا آمدی لالا؟ از قندوز آمدیم. فامیلت کجاست؟ فامیل من اوجه در برنده شیشتا یک چند دقیقه پیش آمدیم. از کجای قندوز آمدیم؟ ای مسکین آباد. همم شام رسیدیم؟ همم شام رسیدیم. در کجا هستیم؟ اوجه پیش در برنده شیشتا من ای فامیلو هم از قندوز آمدن. از کجا آمدی مادر؟ دارم من در قندوز هستم. کلا؟ من در قندوز راغلو. دامه زمان دیو دامه مرده. خواه. او خوانده چه خواه؟ خوانده مرده او رو 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 کالکیگی کنده ایم. حال تا تاسو سیده حال تا جنگو؟ حال تا جنگو رو 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 جنگو. دامنگ سراتل دای تایره میدان پسرم در طور دو دیجی گیدره. ایتول یو زرا پاتی و پا زرا منگولا رو وطلو. و دی تایره میدان یو سریلم بیام داسی جی گیدره زرونم و یو خدای خبر رسیم رو وطلو. اینی از وضعیت روزگار متنای ما واقعا دردآور است. کسایی که شب و روز خود سپری می کردن در مخانگکای و کلبگکای گلی خودان، امروز روزگاری را اینا را به اینجا کشیدن. واقعا دردآور است و امیدوار استیم که بزرگای ما دیگر تفاهم به پیش بگیرند تا از ایالت خلاص شویم. تسویل تا مکتب بیلی؟ مکتب که دغه دی دولت مکتب کې وو او دا دو کال دا دی مرز لپاره نه پریښودله ولې قرنطین ده نه دی تللی. ښه پلاره کوم ځای نه راغلې؟ کله؟ د نن ماښام راورسېدم. دا ټول څه سر تا سره دي؟ دغه ما سر دا هغه بل دغه نارینه چیرته؟ دغه نارینه هلته ناست. وضعیت ډیر خراب. وضعیت ډیر خراب دی. وضعیت څه کاروبار دی کول تا؟ دغه د مردکاری م کول نو وخت مردکاری سم کار شروع سره لا بل جنگونه سره د تاولت شروع بس بیا کار کنه دا ګور سم دا ګوت دنګ ټول دغه نه و ته خو خیر ته دا کار دا واخله بیا غرور درته وای چې کوم ځای ته راشه. ښه هو نن سات فقط سبای چای لا خور دراغلو او دلته ما سپتان دا ورسی چو ما شو مان دي دي ما شو مان اندر دلته سلور نفر دي مو حیوانان په زمینه دي. ها شپکا شان دي او چم ځان سره راوړی؟ یی چم نه دی راوړی فقط اندر کمپل او دغه پرش دغه مسلمانانو د دکان نه راورس هغه کړه او ویښکله د دکاندار و دلته ویلې پیکې نه یو تر اوسه موږ سره چا کومه کم نه ده کړې او تازه راورس. څه وایې مورجانې څه مشکل لرې؟ زه خدای مهربان دی ورې تاسو هلته ځای په ځای شئ بیا انشاءالله دا کار درسره واخله. هلته آقا ورور ارلکای در توای چی بیا کم جیتر سیده؟ چشمان پر از رویای این کودکان که باید در بستر خوشبختی ها رویا می ساختند، اکنون در میان این خاک ها خسته از این روزگارشان خوابیدند. سلام علیکم څنګه یې؟ ها نن دې چا دا وای ورته وای نن ها سنا سنا کوم ځای نه راغلی؟ ها وای ځای دې پیژنې؟ کورم چیرته ده؟ ها تاسو کله څه نومیږي نه پوهیږي؟ ته تذکره کې وګوره ورته دې هغه تذکره کې. ها کله راغلی وروره؟ چه کاروبار دی کول تا؟ کاروبار دغه مرضی کاری او باربری او اندغه کار اندرم بچان څو بچان دي دي؟ ها غاله کای دي چکیږي دا دي زوی دا؟ ها کدا کار دو اخلا ورور کای بیا در توای چې کوم ځای تراشه. چشمان این مرد دیگر خسته هستند و دردهای این روزگار او را وادار به سپری کردن شب با چشمان باز کرده است. نه 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 خورده بود چشت روزم با اتم دمی موتر کلگی زوب بود
ادم موتر تام یکدم گفتم بالا یا بیخی خدا نخواست اینی را نمی رقم می کردم می زدم یش بیدار نمیشد دست گوشنگی صبح کیم نان نان خورده بودم چاشت همین چه کی تا شدم راست خیرات شان خداوند قبول کنه و نمود راستی یک لقمنان خورده نمو تو خاو کنم کارت تا گم نکنی خو چشمان این مرد دیگر خسته هستند و دردهای این روزگار او را وادار به سپری کردن شب با چشمان باز کرده است. دوالی منگاو تاسو دستی در کدر؟ والله همه خدای دخفل رحمت ایلای امین مسلمانانو باید ایلای امین چیر دا غم نمون دا چیر رادل بلکن حال دا دوره که پراد رو مغا سات با سر رسولو دیخوا مرکتو دست باز بخشی نرسیم او سوالا پارو کرامی نواغا می پری خود او زلم و نرگانی میو چه وای؟ دخوالی می رو اخت رو حال تو جنگ روان دم او جنگ روان خود تر کل با مونگ دسی باد با خدای دی ازاده کنه خدای خبلا پیی بیشا او کل بخدای دا ما شما نمی تا دیم دا دی ما دی و سوت ها نکرار نو آقا می پریخ بادن دا پر شو دا خمخی دا می جاید و بیچار راک خواه بیخی پا میدان من چلو دلو خوشبخترین ها کسان هستند که سرپرست برای حفاظت خانواده هایشان دارند ولی در صورت نبود آنها باید خودشان تا صبح زنده داری کنند. اوز پداک پراته یه نمو؟ اوالا دقیقه بسلوحانم دقیقه از که بیخی بمیدار بود بیادواری هم راک را خیر دیویشه خدای دا چه در کن؟ دا دقیقه 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 دنیا راک ها او دا کارت بزدار کما پلارا بیا غرور کماندان صاحب در تواج کوم زه کی صحیح ده این مرد هم کارمند شهرداری در ولایت کندز بود و به علت کارمند بودن با دولت او مورد لتوکوب افراد مسلح قرار گرفته است حتی ممکن بود که منجر به مرگش شود ولی با فریادهای این کودکش او حالا جان سالم دارد و خودش را به این مکان رسانده است من خودم در شهروالی قندوز بودم در باغ زنانه من وظیفه دار بودم من طرف طالب لط و کوب کردم یک گو سالم هم گم شدم مرانه در اون بچه ما برم دختره که دیگه من خواب بیدار که بگو سر پدر چی گفت شده اینمی در قیموتر من تا شده گوشتوکای ما در هر شون چقدر دادم میگرد چشمای ما بسته شده و دفتای ما بسته شده مرا ضربه میکرد ما در باغ زنانه شاروالی وظیفه داشتم یعنی می قندوزی ها هوارا همی کار کدامش را پرسان میکنی ما اگر دروغ گفتم یعنی می شه بگی مرا ادام کن 500 خانه پیش خودم هوارا بود زنم در باغ قد خودم بود شبی که طالب پشت باغ نامده من اعلان نکردیم شش بجه تبکی آمده ای خانه مرا گرفت داخل باغ ده هفت جیریم زمین داخل باغ چشمان رو بسته کرد دختره که من زده گذیم گفتیم بیا ببینیم بچه ما را صدا کرد گفت همیجا باغوانی میکنیم من گفت بایدن من تو خبر نیستی من فعلا کارتم هم از همون ماش میگیرم هم کارتم هم تاریخ بیست هست در روز بعد دیگه چهارنی مزار ما ماش میگیرم هم را علاقه دا آمده فعلا تعلق هست من چی کنم لحت خوردیم دو سالیم گم شدم خانم در به در تبال تبال شدیم خانم چور انداخت تا اینکه ما بگم من نفر شارولی هستم دهی تو مسالیم عمر ساد تو میگیره تا سربازت من رو تسلیم میکنی سربازت من رو میخوانه باشه با شکر دولت هست این وقت ظلم نداره ظلمی که طالب کده خوب گم کن این جنگ این چشمان پر از رویا را این گونه خسته ساخته است
و در چشمانشان این بدبختی قابل دید است. ما در برنامه فردا شب به دلیل گفته های این بیجا شدگان خیمه های آماده شده را در حضور آمر حوزه هفدهم امنیتی پلیس برای بیش از 20 خانواده تسلیم خواهیم کرد. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.